سلام دوستان، امروز یکی از دوستای دیگم لطف کرده، واقعا از سر محبت اومده و این کار رو برای ما میخواد انجام بده. بعضی ها مشکل دارن با آکوزاتیو داتیو بودن افعال که میگن بعضی وقتا آدم یادش میره آکوزاتیو بود یا داتیو بود. یک تکنیکی که من خودم استفاده کردم و فعل ها رو خیلی راحت میتونید حفظ کنید که هیچ وقت یادتون نره آکوزاتیو بود یا داتیو بود این هست که الان دارید این پایین میبینید. مثلا من میدونم که دیدن زین یک فعل آکوزاتیو هست که همیشه با آکوزاتیو میاد، پس من میام فعل رو میگم که دیدن کسی را، شنیدن کسی را، نوشتن برای کسی. اینطور حفظش میکنم که همیشه یادم باشه و بدونم که فعل آکوزاتیو بود یا داتیو بود. حالا وقتی که بدونم آکوزاتیو یا داتیو هست، بعدش میدونم که می آدم میر میخوام استفاده کنم. من از این دوستم خواهش کردم که اینجا بیان و افعال رو برای ما خیلی دقیق بخونن، جملات رو خیلی دقیق بخونه و لهجه هانوفری هم داره و لهجه نداره، در واقع همون هوخدویچ که به قولم میدونیم اینجوری صحبت میکنه. به خاطر همین فکر کنم بهترین گزینه باشه برای این کاری که میخوایم انجام بدیم. بچه ها یه محبت بهم کنید، اگر ویدیو رو میشناسید و ویدیوها رو میبینید و دنبال کننده ویدیو کانال هستید، همین الان یه لایک لطفاً برای ویدیو بگذارید و اگر بار اولتون هست این ویدیو رو ببینید، در آخر این ویدیو اگر دوست داشتین ویدیو رو حتما لایک کنید. برام خیلی مهمه، برای یوتیوب مهمه که ویدیوها رو به عنوان مثبت و مفید بشناسه. اوکی، پیش میریم. لوس. Auf dem Jahrmarkt sind viele Leute. Er hat mich nicht gesehen. میگه که روی در اون مارکت، در اون بازار، بازار سالانه خیلی ها بودن، او من را ندید. دیدن کسی را. اوکی، من میرم جمله بعدی. اوکی، اینجا ما خیلی چیزمیز داریم، باید تنظیمش کنیم. اوکی، نیکسته. Ich habe dir geschrieben, aber du hast mir nicht geantwortet. نوشتن برای کسی. برای کسی نوشتن. خیلی ها شبیه فارسی هست ولی بعضیاش نیست و باید حفظ بشه که چی نبود و چی بود. به خاطر همین من تمام افعال رو اینطوری حفظ میکنم. نوشتن برای کسی. من برات نوشتم ولی تو جواب ندادی. Du verstehst mich nicht. فهمیدن کسی را، موضوعی را، پس میشه دو هست میش، من را نفهمیدی. متوجه این؟ هست دو می نیختس زو زاگن؟ گفتن کسی را، این مثل فارسی، معذرت میخوام، به کسی، گفتن به کسی. هست دو می نیختس زو زاگن، چیزی نداری به هم بگی، منظور جمله این هست. اوکی. Kannst du mir nicht helfen? Helfen، کمک کردن، یه فعلی است که همیشه با داتیو میاد. این یکی از فعلایی است که همیشه معرفی میکنن استادا و این هست که میگه میه helfen، کمک کردن به کسی. Wir haben einen Satz gesprungen, oder? Jetzt. Oma, bring mir bitte meine Hausschuhe. اوکی. حالا اینجا یه جورای ترکیبی شد. آوردن چیزی را برای کسی. برینگن میشه آوردن چیزی را برای کسی. پس میشه مادر بزرگ برای من کفشم را، کفش خانم رو، کفشم را بیاور. آوردن چیزی را برای کسی. Ich habe Angst. Bring mich bitte nach Hause. رساندن کسی را. آوردن برای کسی بود، درسته؟ و رساندن کسی را، من تو را به خانه میرسانم. اینجوری همیشه حفظتون میمونه. میگه میترسم من را به خانه ببر. Die Geschichte ist fesselnd. Sie hat mir gefallen. میگه که خوش آمدن به کسی. این اصلا توی فارسی ما اینطوری نداریمش. خوش آمدن به کسی. Das hat mir gut gefallen. Sie hat mir gefallen. Bevor ich esse, wasche ich mir die Hände. شستن به خود.
حالا این یه فعل رفلکسیو هست. فعل رفلکسیو های رو در درس های بعدی میگذارم، ولی میگه که دستام رو میشویم. شستن به خود، این رو فراموش نکنید. من میگم که دندان های خودم رو به خودم میشورم. یه حالا فعل رفلکسیو گفتم که بعدا توضیحش میدم که چیه، ولی همیشه یادتون بمونه که شستن و وقتی میخوام دست خودم رو بشورم، یک چیز رو بشورم، نه بچه ها، وقتی که یک چیز را میشورم، مثلا لباس هایم را میشورم، ich wäsche meine Kleidung، ولی اینجا میگه که ich wäsche mir meine Hände، چون رفلکسیو هست و رفلکسیوش هم با داتیو همیشه همراه هست. Morgen lädt mich zum Essen ein. فردا اون مرا به غذا دعوت میکنه. توی فارسی من میگیم درسته، ولی توی آلمانی میگیم دعوت کردن کسی را. فارسی هم همینجور میگیم دعوت کردن. من تو را به غذا دعوت میکنم. آره توی فارسی هم همینو میگیم، من فردا تو را به غذا دعوت میکنم، به خوردن غذا دعوت میکنم. Ich kann leider nicht kommen. Ich habe mich erkältet. من فردا نمیتونم بیام چون خودم را مریض کردم. اینم دوباره یه فعل رفلکسیو هستش که میگه که این با همیشه با آکوزاتیو میاد. Ich habe mich erkältet. توی فارسی هیچ وقت نمیگیم من خودم را سرماخوردگی. میگیم که توی فارسی هم میگیم مثلا من خودم را سرما دادم. شیراز میگیم ما. ولی میگه که من خودم سرما دادم. ولی میگم سرما خوردم. ولی حالا کاری به اون فارسی نداریم، توی آلمانیاتون باشه. Ich habe mich erkältet، خودم را سرما دادم. Ich kaufe mir eine. Da war eins noch dabei. Ich habe eine. Oh, okay. Er empfängt mich in seinem neuen Haus. پذیرفتن کسی را. Empfang میشه مثلا توی ساختمونسازی، موقعی که میگین empfang یعنی اون جایی که به قولن شما میرید و مثل پذیرش. توی بیمارستان مثلا اون empfang میشه پذیرش. و اینجا که میگه پذیرفتن کسی را، اون من را به خانه خود پذیرفت، پس کسی را میپذیرید. Ich kaufe mir einen maßgeschneiderten Anzug. خریدن چیزی را برای کسی، این توی فارسی هست. من این را برای خودم میخرم. اوکی، گفته که این چیزی که این کت رو میخرم که برای خودم مثلا خیلی خوب پس جور هست و فلان و اینا. حالا ماس میشه اندازه، شنایدن میشه بریدن، یعنی اندازه من بریده شده. حالا کاری به اون نداریم توی این درس، من میگیم که این چیز را برای کسی میخرم. ایش کاف میا برای خودم، این اینن رو من در واقع باید سبز میکردم چون که اکوزاتیو شده. ایننه، خریدن چیزی را، یک کت سبز خوب را برای خودم میخرم. پس خریدن چیزی را برای کسی. Bei der Arbeit passt ununterbrochen auf mich auf. Aufpassen یعنی مواظبت کردن. موقعی که به قولن میخواین به یه نفر بگین ابراز علاقه کنین و اینجور چیزا، میتونین بهش بگین که پس auf dich auf، یعنی مواظب خودت باش. توی فارسی هم میگی و میگیم که مواظبت کردن کسی را. توی فارسی ما 100% میگیم که مواظبت کردن از کسی، مراقبت کردن از کسی، ولی اینجا میشه که میگه که مراقبت کردن کسی را، میگه که اون سر کار اون تبغوخون، یعنی بدون اینکه یک لحظه ابقشن بشه، قطع بشه، به بیوقفه حواسش به من هست. میگه که مواظبت کردن یا حواسش به من هست. اینجا تو این جمله بیشتر منظور اینه که مثلا حواسش به من هست و این چی کار میکنم. شاید یه نفر از یک نفر خوشش اومده، میگه که ایش پس آف دیش آف، یعنی حواسم بهت هست، اینجوری بهش میگه که خوش اومده ازش. Ich bin gefallen und er spottet über mich. مسخره کردن کسی را، دست انداختن کسی را، توی فارسی میگیم، توی آلمانی هم همینه. میگه که من خوردم زمین، اون من را مسخره کرد. Er hat mir 500 Euro gestohlen. دزدیدن از کسی، چیزی را. میگیم که اون از من 500 یورو دزدید.
دزدیدن از کسی چیزی را. Es ist mir gelungen, morgens früh aufzustehen. میگه که من موفق شدم بالاخره صبح ها ساعت 5 از خواب بیدار بشم. دو تا نکته گرامری. اول اینکه موفق شدن به چیزی. من یک کاری را توی فارسی میگم موفق شدم انجام بدم، ولی میگن موفق شدن به چیزی. gelungen داتیو. این مورگنز، مورگن اگر مورگن خالی بنویسی منظور فردا صبحه، یعنی صبح در واقع، ولی چون میگیم مورگنز ابنز میتاخس اگر بگیم میشه که هر روز، میخوام بگیم مکررن، هر مر صبح، هر عصر، هر شب، میشه که مورگنز میتاخس ابنز. Es tut mir leid, ich kann dich nicht besuchen. متاسف بودن برای چیزی. میگه که متاسفم نمیتونم فردا بیام ببینمت. بهت سر بزنم. بزوخن میشه سر زدن، دیدن کسی. و میگیم که توت میر لاید. این جمله ای است که همه بلدش هستیم. ولی لاید میر. اوکی؟ مثلا موقع که میگه یه مریضی به من لایدن میکنه، منو مریض کرده، میگه که اس لایدت میر. Ich habe so viel gegessen, dass mir schlecht geworden ist. حال بد شدن برای کسی. من میگم که حالم بد شد توی فارسی، اینجا میگیم حال بد شدن به کسی، برای کسی. اوکی؟ نه از چیزی، زندن برای کسی. یعنی من یه کاری رو انجام دادم، حالم بد شده. پس این میشه mir schlecht geworden. Ich stehe in der Schlange. Stell dich hinter mich. اوکی، اینجا میبینید دو تا آکوزاتیو پشت سر هم دیگه هست. میگه که من توی صف ایستادم، تو پشت سر من بایست. حالا چون میشه ایستادن فعلمونه و میدونیم یک فعل آکوزاتیو هست، میگیم که من ایستادم، stell mich an der Schlange. شته این در شلنگه، معذرت میخوام. شته این در شلنگه، تو صف وایسادم. شتل دیش هینته میش. میگه که تو بیا پشت سر من وایسا. ایستادن خود را در جای من، فارسیشو نوشتم. پس این یک فعلی هست که باید 100% حفظش کنید. خیلی ها شبیه فارسی بود، ولی اینجا باید 100% حفظ کنید که ایستادن خود را در جای. Ich setze mich auf diesen Stuhl. من روی این صندلی خودم را می نشانم. این فعلیه که بچه ها خیلی می شنویدش. یه جا که میری بهتون میگن ستن زیزیش، بفرمایید بشینید. و توی آلمانی هم همینطوره، میگه که ستن زیزیش. اینم دوباره یه فعل رفلکسیو هستش که باید حفظ بشه، نشاندن خود را. بچه رو هم که می شونین یه جا بهش میگین که Ich sitze mein Kind auf den Stuhl. بخاطر اینکه آکوزاتیو هست همیشه. Setz dich neben mich. نشاندن خود را، گفته که بیا خود را کنار من بنشان. توی فارسی هیچ وقت همچین چیز نمیگه، ولی توی آلمانی باید حفظش کنی چون اینجوری هست. کار دیگه‌اش هم نمیتونیم بکنیم. Mein Nachbar grüßt mich nie, das nervt mich. گروسن، سلام کردن کسی را. من اینجا فارسی راشو انداختم، معذرت میخوام، ولی میگه که اون همسایه من هیچ وقت من را سلام نمی کنه. این منو عصبی میکنه. دست نفت میک، این عصبی میکنه. ده نخبا گروس میک نیش، یا من نخبا گروس میک نیش. خب بچه ها، مرسی تا اینجا ویدیو رو دیدین. اگر از ویدیو خوشتون من به دردتون خورد، لطفاً حتما یه دونه لایک برام بزنین که من بدونم که آیا ویدیو مفید هست یا نه. اگر هست تا ادامهش رو بگذارم، اگر نیست که خب نیست دیگه، کارش نمیشه کرد. و دوم این که برای یوتیوب هم مهم است که بدونه که این ویدیو مفید هستش، یعنی بیننده ها ازش لذت بردن و باعث میشه که این ویدیو به قولن توی رنکینگ خوبی بمونه و حالا توی یوتیوب بهش میگن ویدیو نمیره.